اولا امشب خانم محترمی که صحبت میکردن خانم در زاری، مورد بله صحبت های بنده، بله خیلی به شما گفتن که خدا رو شکر که حالا شما یعنی آقای جیرانی هفته گذشته سرما خورده بودید، خیلی مجبور نشدید با فلانی صحبت کنید. تو من که ندیدم شما سرما خورده باشید، شما هم تشکر کردید بعد از اینکه برنامه از رو آنتن قطع شد، از اینکه برخی مباحث مطرح شد. حالا منم هم قائل نیستم همه حرفام درسته، ولی خب نه ما اصلا راجع به حرفای شما صحبت نکردیم آقای رسایی. نه نه ایشون داره. ایشون بله ایشون این نوع تعابیر نوعی اهانتی که حالا خود این عزیزان هم از اهانت هایی که به صورت کلی نه به صورت فردی یعنی به یک نفر خاص گفته میشه ناراحتن، که من خب میخوام بگم که خوب آدم این ادبیات رو رعایت کنه. و بعد انتقاد از من که چرا ایشون در هفته گذشته اومده از فیلم یوسف خوشش اومده. نه منظورشون واقعا... نبود آقای رسایی، منظورش این بود که شما که عضو کمیسیون فرهنگی هستید الان توضیح میدم واقع... آقای جیرانی آره آره. من چون کامل پشت تلویزیون نشسته بودم خودم نه منظورش این نبود که شما چرا از یوسف خوشتون میگه، شما باید یه مقدار توضیح در مورد آقای سلحشور میدادید. اجازه بده آقای جیرانی بفرمایید، من اجازه بدید من رو آنتن شاشت. که اومدم بعد از من آنتن الحمدلله هر هفته درس شما متشکرم خیلی ممنون. نه ایشون هر دو تاشو گفتن، هر دوانه بود. هم گفتن که ایشون خب چرا مثلا از این فیلم اومد نام برد، خب من چیکار کنم از فیلمی که محتواش از قرآنه خوشم نیاد برم از فیلمایی که محتواش تخیله، حالا اون تخیلم محترمه، ولی من به عنوان یک فرد، به عنوان یک روحانی، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک دیندار، مثل خیلی های دیگه، مثل خیلی از اصحاب هنر سینما، خب خوشم اومد از فیلمی که مضمونش ارزم به حضورتون قرآن بود. حالا شاید اون کارگردان این فیلم، تهیه کننده این فیلم خطایی داشته باشه، اون چه رفتی داره به فیلمش؟ بله. شما اجازه نمیدید کسی از اون فیلم هم خوشش بیاد. این نوع نگاه در بین هنرمندان به نظر من اصلا قابل دفاع نیست. و من خواهشم هم اینه برنامه هفت واقعا شفاف باشه. آقای جیرانی چرا شما محدودیت دارید؟ چرا نمیتونید مثل 90 باشید؟ اگه مشکلی هست ما تو کمیسیون فرهنگی حتما این موضوع رو پیگیری میکنیم. خب واقعا بعضی از مسائل باید بیاد روی آنتن بحث بشه، بررسی بشه. اصلا یه آقای ادعا کرده، آقای سلحشور نکته گفته درست یا غلط، من ایشون خودش بیاد دفاع کنه، بخوایدش اونجا بیاد حرفاشو بزنه. بعد شاید اصلا اینجوری نگفته باشه، شاید جوری دیگه گفته باشه، همین باعث میشه شاید طرف روی آنتن توضیح بده و حتی تصحیح بکنه. چرا باید بعضی ها اجازه نداشته باشن حضور پیدا کنن و بعضی ها بدون حضور اونها؟ من نمیخوام دفاع بکنم از کسی ها، من از آقای سلحشور یا کس دیگه به هیچ وجه قصد دفاع ندارم. خب من واقعا فکر کردم ایشون میخواد وارد یه بحثی بشه، یه اتفاقی که هفته گذشته افتاده مثل فوتبال، اونم اینه که یک دختر دانشجویی خودکشی کرد. چرا؟ به دلیل اینکه یک هنرمندی رفتار ناشایستی داشت و این به روزنامه‌ها کشید، به سایت‌ها کشید، همه جا نوشتن اینو. خب واقعا اینجور مباحث اگر بیاد، اینا دفاع میکنه از هنرمند، از هنرمندان متعهد ما، هنرمندان خوب ما که زیادم هستن، هم در خانوم ها هم در آقایون، و همونطور که در قشر ورزشی ها، فوتبالی ها، در قشر اهل سیاست، حتی در حوزه های علمیه ما کسانی داریم که لباس روحانیت شاید تنشون باشه و اینا حرمت این لباس رو نگه ندارن. وقت میشه تو خانواده سینما کسانی باشن که همشون طاهر باشن، همشون پاک باشن، هیچ کس اشکالی نداشته باشه. عرض میکنم هفته گذشته به تمام سایت ها و روزنامه ها کشید، یکی از هنرپیشه ها که مشهور و معروف هم هست، من نمیخوام اسم ببرم، اما رفتار ایشون باعث شد که یک دختر دانشجوی 20 ساله‌ای خودکشی کرد. ایشون که رئیس انجمن مربوط به بازیگران بودن، من فکر کردم ایشون میخواد این بحث رو مطرح بکنه که تو برنامه هفت شما بیاد این مباحث رو بکشید. البته عرض میکنم اگر کسی نکته ای هم گفته، جمله ای هم گفته، این جمله غلطه، برنامه هفت بهش بپردازید. چرا نمیپردازید؟ اینا اتفاقا خیلی خوبه این مباحث روی آنتن بیاد. اصلا جای صدا و سیما همینه، اون دانشگاهی که امام رحمت الله علیه میفرمودن، یعنی همین، یعنی برنامه هفت بیاد این عیب‌ها، معایب، این نکات رو. اصلا هم اینا خط قرمز، اینا کمک به سالم سازی میکنه. همین الان من میگم خود بحث خانه سینما که انجمن بازیگران یکی از زیر شاخه‌هاش و یکی از مجموعه‌های اونجاست، خود خانه سینما الان من دیدم خب آقای اسکرپور هم هفته گذشته به صحبت‌های ما پاسخ داده بودن و ایشون هم اظهار تأسف کرده بودن، خیلی ممنون. اما ایشون اگه حاضرن بیان بشینن توی برنامه هفت، ما در مورد اصل خانه سینما با اینکه خانه سینمای واقعا شما میشینید آقای اسکرپور، آقای رسایی، ما اگه مناظره بذاریم یا میزیگت بذاریم یا گفتگو بذاریم، آقای اسکرپور میشین؟ بله
با آقای اسکرپور حاضرین در یک مذاکره یا مصاحبه یا مناظره بشینید؟ من که آمادگی دارم، ولی خیلی از دوستان دیگه هم هستن که تخصصشون بهتر از منه و اینا خیلی دغدغه و حرف دارن. نه اگه شما نه. اگه شما مایل من... و دوست اعلام آمادگی میکنید، ما از آقای اسکرپور هم میپرسیم و شما بشینید رو در رو صحبت کنید. اون شفافیتی که میگید نداره. بنده این آمادگی رو دارم، ولی به عنوان نه به عنوان کمیسیون فرهنگی، به عنوان آقای رسولی. برنامه هست باید به همینا بپردازید. شما معاونت سینمایی این کشور رو دعوت بکنید، خانه سینما رو هم دعوت بکنید. بنده هم به عنوان کمیسیون فرهنگی، هم به عنوان شخص خودم آمادگی دارم، هم بشینم نگاه بکنم، هم بیام تو برنامه حضور پیدا بکنم. منتها اگر واقعا معلوم شد بعضی چیزا، خب این شفافیت ها کمک بکنه به فضایی که الان جامعه ما هم در حوزه فوتبال هم در حوزه سینما بهش گرفتاره و این ظلم بیش از این که در حق مردم باشه در حق همین هنرمنداست. بنده که عرضم به حضورتون در لباس روحانیت دارم صحبت میکنم، این اطلاق مطلق نگری رو نسبت به روحانیت ندارم. چطور شما پشت این تریبون گاهی اوقات کسانی میان صحبت میکنن که انه در خانواده سینما هیچ اشکالی نیست، هیچ مشکلی نیست، هیچ خطایی نیست، هیچ عرضم به حضورتون اتفاق نمیفته که اگر کسی انتقاد کرد یا جمله گفت به اون کلیتش همه به خودشون میگیرن. خب اینا هم قابل نقد. اینقدر ماشاءالله نمیدونم چرا سر برنامه ما اینقدر اتفاقات عجیب میفته. فقط من یک نکته کوچولویی رو الان خدمت آقای رسایی که تماس گرفتم بگم. حالا همه صحبت ها به جای فکر داره، منم نه کارشناسم نه منتقدم نه به خودم اجازه میدم که در رابطه با این مطالب صحبت کنم. فقط در رابطه با جمله شما که گوش شنوا داشته باشیم بابت انتقاد، انتقاد اگر همراه با احترام باشه و بی حرمتی توش نباشه، آدم سرش هم پایین میندازه و گوش میده و به جان دل میگیره. بی احترامی بدترین چیزی است که قابل گذشت نیست. خیلی متشکرم. راجع به فیلم توضیح بدید. والا من فکر میکنم وظیفه‌مه که سپاسگزاری کنم از خانم زارعی بابت اینکه اینقدر متین، اینقدر منطقی بی‌پناهی از ما اهالی سینما رو بیان کردن. حالا اگر آقای رسایی اینو یه جور دیگری فکر میکنن، پس نظر خودشونه. من واقعا از ایشون سپاسگزارم. این زخمی که تو این دو سه هفته به نه فقط به خانمای سینما ایران، به کل سینما ایران خورده، شاید به این سادگی‌ها برطرف کردنی نباشه. به خصوص بدتر از این که به قول شما میگن راجبش حرف نزنید. این دیگه غم انگیز داره. شما نظر خاصی دارید؟ منم همینجور فکر می‌کنم که همینجوری که اونقایم گفت، من باید تشکر کنم از خانم زارعی و این همیت صنفی که داره و چه انجمنش. و یک کمی تأسف خوردم از این که فکر میکردم اگر که یک مشکلی داشته باشم، یک شرایط داشته باشم در خانم، خانه سینما و شرایط صنفی، میتونم به جایی مراجعه بکنم که باید درد من رو بشنوه و قضاوتم زود نکنه و اون کمیسیون فرهنگیه. ولی وقتی فهمیدم که یکی از اعضاشون این گونه بدون اینکه از ماجرا بدون اطلاع داشته باشه وارد میشه و قضاوت میکنه و خودش رو یک پای مناظره میدونه با اهالی، قضاوت نکرد، گفت که من در مورد این موضوع، در مورد موضوع آقای سلاشو قضاوت چرا در یک موردی که هنوز هیچ چیزی ثابت نشده، هیچ گفتگویی نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده، ما اصلا نمیدونیم بازیگر کی هست، چی هست و چه اتفاقی هست. وقتی قضاوت کرده و هیچ جایی در واژه اون حرف زدن گفته شد، به نظرم اومد که رسانه‌ای شده. من رسانه‌ایش هم خوندم دیگه، واردش نمیشیم. من مطلبش خوندم. آره، من اصولا دلم میخواد که وقتی یک مشکلی دارم بتونم با کمیسیون فرهنگی حرف بزنم و اونها رو به عنوان یک گوش شنوا و یک داور قبل تعیین شده نبینم. ان شاءالله که الانم کمیسیون فرهنگی چیزی میکنن. من یه جمله ادامه صادقه میرم بگم. سر این خبره من الان شنیدم بیرون. من آقای رسایی توصیه میکنم و امیدوارم که هفت به این دام نیفته. ما برنامه‌مون برنامه در واقع شبیه نبرد نیست که هر کدوم از این خبرها رو بازیکنان پرسپولیس و اینا 40 دقیقه حرف زدن. اونجا شاید اصلا ما نمی‌خوام بگم. نه می‌خوام اینو که عرض کنم. اونجا شاید مثبت باشه، تبلیغ اخلاقیات درست باشه. اما اینجا به نظر من ابدا چیزی شبیه اون مثل این خبری که تو این سایت اومده آقای رسایی گفتن به نظر من سم برنامه است. الان رسانه‌ای بدجور شد این خبری که ایشون دادن. البته خبر رسانه‌ای شده بشه، چون شما روزنامه نمیخونید. چرا؟ رسانه‌ای شده بود. بله، حدش خیلی مهمه. حدش رفت گره.